Insurance companies and big business have attorneys working. و آقایان سلام عرض میکنم، امیدوارم حالتون خوب باشه، انشالله که خوب و خوش و خرم و سلامت و تندرست هست. من ارادتمند شما هستم، ستار دلدار، از شمال کالیفرنیا، از جنوب شهر سان فرانسیسکو، از بیریا سیلیکون ولی و از شبکه جالی تلویزیون ملی پارس در خدمت شما خانم ها و آقایان بسیار عزیز نازنین و گرامی هستم. من دیشب واقعا گفتم آخدا آقا یه ذره کوتاه بیا، آخدا آخه این رسمش که نیست که، چون که این دو هفته گذشته این آخدای ما سه تا رفیقای ما رو برده، سه تا از کسایی که من طی سالیان اونا رو میشناختم. یکی در شمال کالیفرنیا آقای محمد کاشی که کارهای حقوقی برای ایرانیان میکردن در خود ایران، آقای بیبیان که در واقع مؤسس تلویزیون جام جم بود و کمپانی آپولون که صفحه میساخت اون زمان ها در ایران داشت که ما 25 سال با هم همکاری میکردیم رفت. دیشبم دیروزم حسن رهنورد، دکتر حسن رهنوردی رفت بک تو بک با قول آمریکا، پشت سر هم دیگه در عرض دو هفته. از دکتر حسن رهنوردی استاندار سابق، نماینده مجلس، دبیر کمیته ملی المپیک ایران، نماینده مجلس و یکی از عاشقان سیر چاک شاه فرد دیروز رفت. خب من اصلا همیشه گفتم، هزاران بار دیگه هم میگم، ثابت هم کردم، من مرثیه دوست ندارم بخونم آقا این رفت اینجور شد، و سعی میکنم در زمانی که اینا زنده هستن، رفیقای من زنده هستن، قدرشونه بدونم و از خوبی هاشون، از خدماتشون، از افتخاراتشون صحبت کنم. خب این آدمایی که گفتم همه آدمای محترم بودن دیگه، نه آدمایی بودن که کارایی کردن به هر حال، اسم و رسمی داشتن. در زمان حیاتشون هم همیشه گفتم. حالا امروز من دیگه در مورد رهنوردی صحبت نمی کنم، بلکه برنامه ای که من قبلا در مورد رهنوردی 4-5 دقیقه صحبت کردم اونو میخوام پخش کنم، چون میخوام بگم من از زمانی که زنده بوده در موردش گفتم. و اجازه بدید که از وقتی برنامه پخش شد، آقای رهنوردی، دکتر حسن رهنوردی، استاندار، نماینده مجلس، دبیر کمیته، قهرمان جهان، قهرمان جهان، به من تلفن زد و گفت دلدار، آقای دلدار، خیلی خوشحالم کردی، من فکر نمیکردم در این دنیا دیگه من فراموش شده رو یک مطبوعاتچی، یک صاحب قلم، یک صاحب میکروفون و دوربین به یاد بیاره. حالا جملات تعریف دیگه هم کرد. در هی هیرو بیر آقای محمود کازرونی یه فیلم مسترد از زندگی حسن رهنوردی ساخت. اومدن سراغ من. گفتن که ما میخوام که شما هم در مورد حسن رهنوردی، دکتر حسن رهنوردی، قهرمان جهان، استاندار، نماینده مجلس، دبیر کمیته المپیک ایران صحبت کنید. خب من صحبت کردم تو اون داکومنتری، فیلم مستندی که داشتم برایش میساختم. بعد آقای کازرونی که بانی این فیلم مستند بود به من زنگ زد، همین دیروز و پریروز هم، دیروز تا الان هم دو دفعه نوشته که حسن رهنوردی خیلی خوشحال شد
گفت این دلدار از همه بهتر صحبت کرد، از همه چیزی داکومنتری از صحبت های وسط های دلدار لذت بردم. اینا محمود قاضی‌نور زنده است و امروز صبحم و دیشبم دو بار تکرار کرد که فلانی دکتر حسن رهنوردی از قسمتی که توی زندگی نامش بودی خیلی خوشحال بود، خیلی مشعوف شده بود. برحال به همین دلیل من در مورد اون دیگه نمیخوام بگم که بشنم عشق بریزم. برنامه که 5 دقیقه من تهیه کردم، در زمان حیاتش پخش کردم، بعد در داکومنتریش صحبت کردم و باعث شعف رهنوردی شد رو اینجا 5 دقیقه میخوام پخش کنم. بعد میریم سراغ چی؟ جیل مرد سن رشد نشد. نگاه کنید اون چیزی که شادمان دکتر حسن رهنوردی رو به شعف آورد و خوشحالش کرد. خانم آقایان، امروز خیلی خوشحال هستم، واقعا صمیمانه میگم، که قراره که من در مورد جناب آقای دکتر حسن رهنوردی صحبت کنم. چرا خوشحالم؟ چون در واقع باید خدمتتون عرض کنم که یک نقطه عطفی در ورزش ایران بودن. حالا میپرسید که آخه چرا مگر مثلا اندازه بقیه مدال طلا داشتن یا کسی بودن که مثلا مجموعه مدال هاشون از بقیه ورزشکارا بیشتر بود؟ نه، هیچ کدوم اینا نبود. از نظر اجتماعی دکتر حسن رهنوردی در تاریخ ورزش ما یک آغاز بود. ورزش تا قبل از جنگ جهانی دوم و حتی بعد جنگ جهانی دوم سال اول، ورزش مختص یه سری گردن کلفتا بود، یه سری آدمایی که میتونستن زورخونه برند، چپاده بکشن، زنجیر بکشن، نمیدونم میل بزن بالا، میل بگیرند. ورزش تو این خلاصه میشد، یا کشتی یا حتی وزنه برداری. اینا تقریبا محدوده ورزش ایران در اون زمان بود. ورزش مال آدمای تحصیل کرده مطلقا نبود، چون اصلا پای ورزشکارای تحصیل کرده، یعنی آدمای تحصیل کرده پاشون به زورخونه و باشگاه و اینجور جا کشیده نمیشد. حسن رهنوردی، دکتر حسن رهنوردی اولین ورزشکار ملی ایران بود که تونست روی سکوی قهرمانی بایسته. این خیلی مهم. در واقع تنها ورزشکاری بود که ملت ایران چشماشون باز شد که تحصیل کرده ها میتونن وزنه برداری کنن، میتونن کشتی بگیرن، میتونن نمیدونم رقابت کنن. چون در واقع همونطور که خدمت عرض کردم، ورزش در دید عامه مردم یک کار زیاد جالبی نبود، به ورزش بهانه می دادند. آدم های تحصیل کرده دور بودن از این مسئله. ورزش اون زمان ها آدم هایی می کردن که میخواستن گردن کلوف باشن، میخواستن تو شهر، تو محله، تو کوچه باج بگیرن. اما تنها اولین آدمی که بازمان ستبر خودش رو، سینه های استوار خودش رو، محکم خودش رو با آهن بالا کشید تا نام ایران رو همراه با افتخار توأم بکنه، در میدان جهانی حسن رهنوردی بود. تنها اولین دکتری بود که در ورزش ایران به قهرمانی رسید. اولین مدالش رو در سال 1951 گرفت، مدال برنز گرفت و دو تا مدال طلای بازی های آسیایی. حتی توی این برنامه‌ای که در مورد آقای رهنوردی صحبت شده، در مورد مدالاش صحبت شده، من دیگه نمیخوام تکرار کنم. اما در مسابقه قهرمانی جهان در تهران آقای رهنوردی مدال نقره گرفت، که من با تحقیقاتی که به عمل بردم به این نتیجه رسیدم که دکتر حسن رهنوردی میتونست در قهرمانی جهان در تهران مدال طلا بگیره. چرا؟ چون به قطع و یقین روس‌ها در اون زمان دوپینگ می‌کردن.
وقتی میمدن در مسابقات جهانی اردوی بسته داشتن، کسی اجازه نداشت نزدیک به اردوشون بشه، پزشکای خودشونه داشتن، داروهای خودشونه میورد. اون زمان دوپینگ در واقع شناخته شده نبود و به عنوان جرم مطرح نبود. بنابراین به نظر میرسه که بسیار از وزنه بردارای روسی در اون زمان دوپینگ میکردن و اگر امروز روز این مسابقات برگزار میشد چه بسا برای سالیان سال. اون سه مدال برنز حسن رهنوردی، دکتر حسن رهنوردی طلا میشد و اون مدال نقرش هم طلا میشد. اما در مورد خود دکتر حسن رهنوردی از خدمتتون عرض کنم، دکتر حسن رهنوردی و توفیق جهانبخت، توفیق جهانبخت هم تقریبا یه سال بعد از دکتر حسن رهنوردی وارد ورزش جهانی شد. او بود که تونست در المپیک مدال برنز بگیره. مهندس بود، مهندس توفیق جهانبخت، که البته بعضی‌ها میگن جهانبخت توفیق، ولی که دقیقاً حتی در بیوگرافی توفیق جهانبخت هم گاه گداری می‌بینیم جاش، جای اسم و فامیلش جابجا شده. ولی که به هر حال توفیق جهانبخت هم اولین مهندس ایرانی بود که به کشتی رو آورد. و اینا در واقع کسایی بودن که از طبقه تحصیل کرده اومدن و ثابت کردن که قرار نیست که تمام گردن کلفتا و نمیدونم زورگیرهای یه مملکتی بیان ورزش کنن و برای نخستین بار ما با چهرهای تحصیل کرده و واقعا با ادب و بسیار متین روبرو شدیم. هم توفیق جهانبخت که فوت کرد، هم دکتر حسن رهنوردی. دکتر حسن رهنوردی رو من از زمانی میشناسم که در کیهان ورزشی بودم. همیشه دکتر رو من میدیدم خیلی ترتمیز بود، خیلی سافیستیکیتد بود، مرتب شیک بود، خلاصه راحتتون کنم دکتر خیلی شیک بود. بچه هم خیلی جدی بود، خیلی مدیر خوبی بود. 5 سال دبیر کمیته المپیک ایران بود و کمیته ملی المپیک که در واقع رئیس کمیته شاپور غلامرضا بود و 2 تا المپیک رو سرپرستی هیئت المپیک ایران رو دکتر حسن رهنوردی عهده داشت، یک المپیک مکزیک و یک المپیک مونیخ. از مسائل دیگه که خب بعدش هم حتما دوستان در این مورد صحبت کردن، دیگه احتیاج نیست من اشاره کنم، که حالا اشاره شاید بد نباشه که بعدها که بعدش کنار گذاشتن مجلس رفتن، نماینده مجلس بودن از ساری، اصلا خودشون متولد ساری هستن. از همه اینا گذشته، خب زمانی من با دکتر رهنوردی برخورد کردم، یعنی شناختمش، که در اوج قدرت و در اوج مدیریت بود و من به عنوان یه خبرنگار جوان ورزشی اولین بار دکتر رهنوردی رو در همون کاخ ورزش ملاقات کردم و دیدم، بعد المپیک مکزیک بود، و دیدم چقدر افتاده است و چقدر، البته خب افتاده ولی که بسیار جدی و بسیار مدبره. بعد هم که انقلاب صورت گرفت چندی با دکتر رهنوردی رو این ور اون ور باشون ملاقات همینجوری اتفاقی داشتم، بعد همون چهره رو دیدم، همون چهره دوست داشتنی و صمیمی رو. چندین بار اومدن در روی خط برنامه تلویزیونی من اونجایی که لازم بود و خب به هر حال بعضی وقت اون زمانا که خطای تلفن باز میکردیم بعضی سعی میکردن که گوینده رو به چالش بکشن و دکتر رهنوردی میومد روی خط و از گذشته من و از به هر حال آنچه که دیده بود و تجربه کرده بود تعریف میکرد. دکتر رهنوردی رو من به عنوان یک قهرمان میشناسم که وطنش خیلی دوست داره، قهرمانی میشناسم که با اخلاق، قهرمانی میشناسم که وفاداره. دکتر رهنوردی با آنچه اعتقاد داره، اعتقادات سیاسی، فلسفیش، ایدئولوژیکش پابند بوده. اینو من از اون روز اول که گفتم دبیر کمیته ملی المپیک ایران بود تا بعد که نماینده مجلس بود، البته باشون ارتباطی نداشتم، تا تو آمریکا در کالیفرنیا ملاقات شروع کردم چندی بار و روی صفحات تلویزیون میبینم، اینجا و اونجا میبینم، میبینم رهنوردی با اون چیزی که اون زمان باور داشت همچنان معتقد و با مرابه.
و ایستاده سر جایی که باید بیسته. درود میفرستم دکتر اثر رهنوردی و جناب علی، امیدوارم که موفق و معید بشید. خب این البته مربوط به چندین سال پیش بود، زمانی که در حیات بودن، بنابراین بعد از درگذشتشون من چیزی ندارم بگم، چون گفتم اهل مرثیه خانی نیستم. پیاموارو میبینیم، بینیم آقای حسن، آقای رجب نژاد، بینه مرد معروف در مورد افتگان در خاک و مرثیه خانی چی میگن، چه نظری دارن، و بعد تاریخ ایران با ما بشن. Prestige, honor, excellence. These are the attributes of the ideal attorney who is sought out by their peers and clients alike. The National Association of Distinguished Counsel has selected the top 1% of practicing professionals in the legal industry through the most extensive and rigorous research process available. Candidates are nominated by their peers and identified by a team of trained researchers. Nominees' qualifications are scrutinized by a thorough review process. They are vetted by a panel of attorneys with podium status from independently neutral organizations. Finalists are selected by a judicial review board as exhibiting virtue in the practice of law. The result is an elite class of advocates. This attorney has earned designation as the top 1%. رستوران و سوپر یگانه. یگانه، یگانه محلی در سن‌حوزه که صبحانه، املت و هر روز حلیم و کله پاچه با نان سنگک داغ سرو می‌کند و هم ساندویچ‌های سرد و گرم در کنار شیرینی‌های ایرانی با قهوه و کاپوچینو. ضمناً کلیه مواد غذایی آشپزخانه کدبانی ایرانی فراهم شده است. نشانی 3275 استرنس کریک بولوار. تلفن 408-666-1229. نشانه موفقیت پایداری است و نگین با نیم قرن سابقه قدیمی ترین رستوران ایرانی سن‌حوزه منتخب شما به عنوان ارائه کننده خوشمزه ترین کباب ها و خورشت ها با گوشت زپ حلال و شنبه شب ها به همراه موزیک زنده و دیجی. تلفن 408-866-6400. صدف یکی دیگر از بهترین های خود را به شما معرفی می کند. صدف ثینز یا نان های ترد و نازک صدف در سنو، سسامی سید، آلمند و فلکس سید، بدون شکر و بدون پرزرواتیو، خوشمزه، مغذی و سالم. حتما امتحان کنید. صدف ثینز یا نان های ترد و نازک صدف برای تمام اوقات. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. دایموند، پرستیج و زیبایی، همه در مجموعه جواهرات دیوا آف لاهایا، کلکسیون استثنایی برای عروس خانم‌ها و شاه دامادها، خرید طلا، تعمیر جواهرات، قیمت‌گذاری، نمایشی از بهترین ساعت‌های مشهور جهان. آدرس 3911 استیونز کریک بولوارد، سانتا کلارا. تلفن تماس 408-241-3755. کیترینگ لیلا در شمال کالیفرنیا از بی ایریا تا ساکرامنتو در خدمت شماست. با خدمات مجالس ما نگران پذیرایی از میهمانان خود نباشید، بلکه خود همچون میهمان لذت ببرید. تلفن 916-996-2719. وبسایت leilacatering.com. Unique, sophistication, and elegance, all with our one-of-a-kind handmade shawl and wraps. 818-207-5701. 818-207-5701. Something special for you and your loved ones.
من پی گم شده ای میگردم که اگر یابم او را، خنده و شادی و موسیقی و عشق و رهایی را یافتم. از شادی پرگیرم که رسم به فلک، سرود هستی خوانم در بر حور و ملک، در آسمان ها قوقا بکنم، سبو بریزم ساغر شکنم. خب آقای حسن، آقای رجب نژاد گیرمرد رفیق من، البته کشتی گیرمردی هم داشتیم ها، ولی که فکر نکنم حسن کشتیگیر گیرمرد بوده، ولی که خب گیرمرده، یعنی مردی از سرزمین گیلانه. حالا صحبت بعدی شد، گیرمرد کشتی ایرانی هاست، چوخه کشتی خراسانی هاست، اینا هر کدوم کشته مخصوص خودشون داشتن، یعنی فنای خودشون رو اجرا میکردن. خیلی خب، ما از قهرمانی و کشتی و پهلوانی و مدال و اینا صحبت کردیم، بذارید خدمت جناب آقای حسن، آقای رجب نژاد گیرمرد عرض سلام بکنم و ایشون به من درود میفرستن و بعد ببینیم چی میشه. خب درود بر شما، سلام به همه بینندگانی که در هر جای دنیا هستن، با آرزوهای خوش برای شما. در مورد قهرمانان و پهلوانان و عیاران صحبت کردید و اشاره کردید به کشتی گیلمردی. اتفاقا من، شما شاید باور نکنید که من اولین کار نوشتاریم رو با گزارشی از یک کشتی گیلمردی برای مرحوم انجوی شیرازی که برنامه فولکلور رو در رادیو ایران ایجاد میکرد فرستادم و همون باعث شد که ایشون یک کارت سبز رنگی برام میفرستادن، تشویقم میکردن، که همون باعث شد که من این کارم رو ادامه دادم و کارم به رادیو کشیده شد. کشتی گیلمردی دو نوع هست، اون تا اون زمانی که من یادم هست، یکی هستش که مثل همین کشتی های معمولی هست، یکی هم کشتی است که به همدیگر مشت می‌زدند، یعنی فرصت که می‌یافتند می‌کوبیدن همدیگر رو. و من حتی یادم هستش که در محل ما یک کشتیگیری بود به نام محمد علی و آدم بلندقد بسیار قوی بود و در یکی از همین کشتی‌ها یک یاروی چنان مشتی به دندش زده بود که این بیچاره سالها با لنگان راه می‌رفت. اون وقتا شکستن استخوان‌های بدن و درمانش دشوار بود. برحال اشاره دی کرد. اینه نمیدونستم جون شما، اولی بار شنیدم. پس این کیک باکسینگی که اینجا از تو آمریکا هست در واقع ریشش باور من ندیدم. بله، اینا که هم کشتی میگرن و همدیگر میزنن، این همین رو در کشتی گیلمردی من شاهده شدم. حتی مرحوم اون گزارشگر بهمنش یک بار اومد در یک مسابقه کشتی در لاهیجان کنار اون استخر معروفش برگزار میشد، اونجا گزارش تهیه میکرد که من هم یکی از شاهدانش بودم. به هر حال آقای دلدار، امروز کندوکاوی خواهم داشت در تاریخ سرزمین میهنمون و خواهیم دید که چه جانورانی به نام شاه و حاکم و امیر و سلطان و قبله عالم و جمجاه ملائک سپاه و امام بر ایران ما حکم رانده و چگونه تسمه از گرده این مردم بینوا کشیدن. البته به دوردست های تاریخ سفر نمی کنم و از مثلا سلطان محمود غازی که معروف به سلطان سریر دین بود که به قول بیهقی انگشت در جهان کرده بود و غرمتی می جست و هر جا می جست بردار می کشید سخن نمی گم. از شاهان پدرکش
و پسرکش با کل منارساز هم سخن به میان نمیارم. از شاه عباس پسرکش کلب آسان علی به شاه شجاع پدرکش و نادر شاه پسرکش و امیر مبارز الدین محمد آدم کش هم سخنی نمیگم، اما تصویری از تاریخ همین 200 سال گذشته رو به دست میدم تا ببینیم که در این فلات تفته بر سر پدران و اجداد ما چه آمده. اما آقای دلدار، پیش از آن که به کندوکاو و گذار در تاریخ حیرتبار ایران بپردازم، اجازه بدید که نگاهی بکنیم مثل همیشه به یکی دو رویداد امروزین و اونگاه سفرمون رو در گذرگاه های صعب تاریخ آغاز بکنیم. عرض کنم که یک کارشناس اقتصادی ایرانی ضمن مقاله‌ای که در نشریه جهان صنعت منتشر کرده نوشته است که میزان دارایی های بلوک شده ایران در سراسر جهان به 130 میلیارد دلار رسیده است. او میگوید که تا سال 2019 در 21 کشور دنیا سپرده های بیش از 500 میلیارد دلار داشته ایم و در زمان احمدی نژاد بیش از 31 میلیارد دلار از سپرده های خودمون رو به روسیه تحویل داده و در ازای آن روبل گرفته. حالا شما میبینید که با این جنگی که در اوکراین و سقوط ارزش روبل، این 31 میلیارد دلار چگونه برباد رفته. او در همین روزنامه، در همین نشریه نوشته است که با چنین دارایی هنگفتی میشد بیش از 3000 کیلومتر اتوبان، 4000 کیلومتر راه آهن برقی، 10 پالایشگاه نفت با ظرفیت 1 میلیون بشکه در روز ساخت. با همین دارایی میشد 20 کشتی نفت کش، 20 کشتی اقیانوس پیما و 30 هواپیمای 5 پیکر مسافربری خریداری کرد و ظرفیت بارگیری کالا در بنادر کشور رو به 50 میلیون تن رساند. اما میبینید که تداوم سیاست های ابلهانه و امریکا ستیزی و غرب ستیزی حکومت اسلامی همه این فرصت ها رو به باد داد و همه این منابع ثروتی رو دود کرد و به هوا فرستاد. نکته دیگری که با آقای دلدار بهش اشاره کنم، یکی از این زاغسار اهرمن چهرگانی که از نخستین روز پیروزی فتنه خمینی یکی از مهرهای اصلی این رژیم تبهکار بود، محسن رفیق دوست هست. محسن رفیق دوست از سال 57 تا سال 1361 رئیس تدارکات سپاه پاسداران و مسئول خرید اسلحه برای مملکت ما بود که از این راه میلیون ها دلار به جیب زد. از سال 61 تا 67 وزیر سپاه پاسداران و پس از آن تا سال 78 رئیس بنیاد مستضعفان، یعنی یکی از ثروتمندترین نهادهای حکومت ایران بود. او یعنی جهان. بله، واقعا جهان. بله، یعنی به شما بگم ثروت همین چیزی که شما میفهمید بنیاد مستضعفان از ثروت کمپانی بنز بیشتره. بله، ثروت اینا از استاک بنز تو دنیا بیشتره. بفرمایید. اینا تمامی ثروت کارخونه ها و همه منابع ثروتی پیش از انقلاب رو مصادره کردند و صاحب شدن دیگه، به همدیگر واگذار کردند و یک نهادی به نام نهاد مستضعفان دارن که مستضعفان را بر آن راهی نیست.
این آقا پیش از فتنه خمینی عضو گروه تروریستی مؤتلفه اسلامی بود و بنابر نوشته خودش در زمان شاه یکی از کارکنان دولت شاهنشاهی رو با چماق کشته است، در کتابی که نوشته. این آقای رفیق دوست که مغز استخوان راست و سنتی و هسته اصلی قدرت در کشور ما هست، کتابی نوشته به نام برای تاریخ میگویم که مجموعه از خاطرات اوست و در 3 جلد چاپ شده و او در این کتاب روایت هایی رو از شخصیت های زنده و مرده حکومت اسلامی رو نقل میکنه که جای تأمل باقی میگذاره. از جمله در جلد 3 این کتاب روایت هایی رو از چگونگی به قدرت رسیدن احمدی نژاد شرح میده که واقعا حیرت آور هست و من یه بخش کمی رو از اون نقل میکنم. نوشته است که مهندس با هنر به من زنگ زد، گفت آقای ثمره هاشمی که خواهرزاده من است با آقای احمدی نژاد اینها آدمهای خوبی اند و بیکارند، اگر بشود در بنیاد، منظورش همین بنیاد مستضعفان است، به آنها کار بده. میگه ما هیئت مدیره شرکت آتی‌ساز رو تغییر دادیم و آقای احمدی نژاد و هاشمی ثمره شدن هیئت مدیره شرکت آتی‌ساز. چند بار گزارش هایی راجع به عدم پیشرفت آنجا به من شد تا یک روز از آقای علیزاده پرسیدم با اینها چی کار کردی؟ یعنی با این احمدی نژاد و هاشمی. گفت عوضشان کردم چون واقعا نمی توانستند کار کنند. بعد یکو ایشان شد شهردار تهران. نوشته است که سفیر فلسطین با من رفیق است. آقای رفیق دوست میگه آمد پیش من، گفت فلانی دیشب جلسه سفرای خارجی مقیم ایران بود و بحث انتخابات ایران شد، منظور انتخابات 1384 هست. هر کس چیزی میگفت، یکی میگفت آقای هاشمی میشود، دیگری میگفت قالیباف، یکی هم میگفت آقای لاریجانی. سفیر انگلیس سرش پایین بود، چیزی نمیگفت. از ایشان پرسیدیم شما چرا حرف نمیزنید؟ سرش را بلند کرد و گفت همه تون اشتباه میکنید، رئیس جمهور آینده ایران همین شهردار تهران خواهد بود. ما با تعجب به همدیگر نگاه کردیم در حالی که سعی میکردیم بابت این گاف بزرگ سفیر انگلیس جلوی خنده خودمان را بگیریم. به او گفتیم او که ثبت نام نکرده. گفت خب ثبت نام میکند، فقط خواستم این خبر را به تو بدهم. سفیر فلسطین و آقا میگه چند روز بعد قبل از اینکه مرحله دوم انجام شود، زواری سفیر فلسطین آمد گفت دیشب جلسه تشکیل شد. قبل از اینکه وارد بحث بشویم به سفیر انگلیس گفتم احمدی نژاد ثبت نام کرد و جزو 2 نفر دور دوم شد، اما رأی آقای هاشمی بیشتر است. سفیر گفت همان که اول گفتم، رئیس جمهور آینده ایران شهردار فعلی تهران است. محسن رفیق دوست در صفحه 233 کتاب در خاطراتش میگه که با آمدن احمدی نژاد این رابطه ها رو باید اینجا این بینندگان ما درک کنن که چی هست. با آمدن احمدی نژاد در ریاست جمهوری قیمت نفت یک بار از حدود 40 دلار به حدود 140 دلار رسید. بعد از رفتن ایشان یک بار به 20 دلار سقوط کرد. بنده متوجه نشدم چرا. بعد نوشته است درآمد نفتی در این 8 سال یعنی دوره احمدی نژاد
بیشتر از 100 سال فروش نفت ایران است. آقای احمدی نژاد با این 700 میلیارد دلار چه کرد؟ مشکوک میدانم. این را تصادفی نمیدانم. آقای رفیق دوست میگه. درسته. نسبت به این موضوع بدبین هستم و بعد میگه این میلیاردها دلار مستقیما به خزانه دولت بریتانیا وارد شده است. این خیلی مسئله مهمی هست. حالا اون قسمت اولی که شما فرمودید سفیره، اینو من خونده بودم، ولی قسمت دوم من برام تازگی داره. بله. پولا چی شد رفت؟ این خیلی تازگی داره. بفرمایید قربان. میبینی که آقای دلدار این 700 میلیارد دلار فقط یک برش از دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد هست و در این 44 سالی که گذشت تحت حاکمیت ملاها ببینید که بر سر منابع ثروتی این مملکت چه آمده. حالا این مردم رو بگیم که آقا باز برید سینه بزنید، پیاده به کربلا برید، در مقابل حاج آقاهای دزد عمامه به سر دست به سینه بایستید، به اینا راه بدید برن، وقتی نشستید پاشید، وقتی اینا میان بعد اینا رو از شجره طیبه ائمه اطهار بدونید، باز برید پای منبر این راهزنان بشینید، به مهملات اینها گوش بدید و اشک بریزید و در این خیال واهی بمونید که دستی از غیب برون آید و کاری بکند. من تازگی ها یک کلیپی دیدم، حتما شما هم دیدیم، که یک آخوندی با عمامه سیاه روی منبر نشسته میگه که ما داشتیم به زیارت بارگاه ابا عبدالله حسین میرفتیم، رسیدیم به یک بیابان بی انتها، ناگهان یک گله گرگی به ما حمله کرد، هیچ وسیله دفاعی نه تفنگی چیزی نداشتیم، ناگهان یکی از همراهان بانگ برآورد که ای گرگ ها، ما زائران ابا عبدالله حسین هستیم، و گرگ ها عقب کشیدند و رفتند و این یاوه ها رو مردمی پای او نشستن و گوش میدند و صلوات میفرستن برحال و نمیپرسن که این گرگ ها به چه زبانی صحبت میکردن. آقای دل، اما یک کنفرانسی اخیرا در مؤسسه امام خمینی در ایران برگزار شده، همایشی تحت عنوان نقد و بررسی لایحه حمایت عفاف و حجاب. یک عکسهایی در سایت حوزه نیوز مال همین حوزه علمیه از این همایش گذشته شده بود که نشون میده که فقط در این همایش دو نفر حضور دارن و سه تا آخوند دارن برای اینها سخنرانی میکنن، و نکته جالب اینجاست که برای همین همایش 5 میلیارد تومان فاکتور فرستادن. خب نوبت پیام های بزرگانیست بگو مادم. در خدمتون هستیم. من عینک رو میارم چون یادم رفته و یه ذره داره فشارم به من میاد به چشمام. ممنون که آگهی رو اعلام کردید. نگاه میکنه بر بگرد. خواهش میکنم. Insurance companies and big business have attorneys working on their side. You should have an attorney on your side too. We have successfully prevailed against big business and every major insurance carrier. We know what it takes to win. We have cutting-edge legal research software providing us with immediate access to the most recent changes in the law which could affect your case. We're a modern paperless law firm. Our top-of-the-line case management system allows us to flawlessly manage your case from inception to conclusion. Our phone lines are available 24/7. All emergency inquiries are handled right away. Our clients have access to texting, email, and phone call to our entire staff. We believe in justice. We believe in advocacy. We believe in competent attorney representation at no cost to you. Whether your injuries are minor or catastrophic, or you've suffered the loss of a loved one, we're here for you because your injury is our fight. بازار مدیترانه از کایلی بولوارد روبروی قنادی بیژن و
به شماره 4360 استیونز کریک بولوار روبروی هاندای استیونز کریک جنب ران تیبل پیزا نقل مکان کرد. بازار مدیترانه مثل همیشه با بهترین مواد غذایی و تازه ترین میوه‌جات و سبزیجات در خدمت شماست. در بازار مدیترانه نداریم نداریم. رسیدی رستوران ما در کنار سوپرمارکت با بهترین غذاها آماده پذیرایی از شما خواهد شد. رستوران و سوپر یگانه، یگانه یگانه محلی در سن‌حوزه که صبحانه، املت و هر روز حلیم و کله پاچه با نان سنگک داغ سرو می‌کند و هم ساندویچ‌های سرد و گرم در کنار شیرینی‌های ایرانی با قهوه و کاپوچینو. ضمناً کلیه مواد غذایی آشپزخانه کدبانوی ایرانی فراهم شده است. نشانی 3275 استیونز کریک بولوار. تلفن 408 666 1229. دکتر جمشید ایرانی، وکیل رسمی دادگاه‌های فدرال و ایالت نیویورک، انجام کلیه امور مهاجرت از جمله گرفتن گرین کارت از طریق ازدواج، فامیلی، پناهندگی و جلوگیری از اخراج، اخذ ویزا از طریق کار و سرمایه گذاری، انتقال قانونی پول بر اساس قوانین اوپر، تنظیم قراردادها و ثبت شرکت‌های تجاری و بازرگانی. با دفتر دکتر جمشید ایرانی با تلفن 212-683-7700 تماس بگیرید. با ادویه جوجه کباب صدف، تهیه یک جوجه کباب لذیذ و آبدار خیلی ساده است. گوشت جوجه رو بعد از شستن به اندازه های مناسب میبریم. کمی روغن اضافه میکنیم و ادویه جوجه کباب صدف رو روی اون میپاشیم. و بعد همراه با سبزیجات دلخواهمون به سیخ میکشیم. خب، آتیش هم که آماده است. حالا جوجه ها رو کباب میکنیم و کمی بعد با لذت نوش جان میکنیم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. شهرت و موفقیت بختیاری آتو گروپ نتیجه عرضه بهترین اتومبیل‌ها و قیمت‌های استثنایی و سرویس کم نظیر مدیران و چند صد کارمند و فروشندگان ایرانی. بختیاری آتو گروپ در شمال و جنوب کالیفرنیا. سوبارو آتبک در استیونز کریک سوبارو، سن هوزه و پوینتل هیل. اتومبیل نیسان آلتیما در استیونز کریک نیسان، سن هوزه. اتومبیل اینفینیتی در استیونز کریک اینفینیتی سن هوزه. هاندا آکورد در هاندا آف هالیوود. اتومبیل فورد، فور ویل درایو در هانتینگتون بیچ فورد. برای تهیه بهترین اتومبیل ها هاندا، نیسان، فورد، اینفینیتی و سوبارو از شعبه ها و نمایندگی های ما دیدن فرمایید. نشانه موفقیت پایداری است و نگین با نیم قرن سابقه قدیمی ترین رستوران ایرانی سن هوزه منتخب شما به عنوان ارائه کننده خوشمزه ترین کباب ها و خورشت ها با گوشت ذبح حلال و شنبه شب ها به همراه موزیک زنده و دیجی. تلفن 408-866-6400. من پی گمشده‌ای می‌گردم که اگر یابم او را، خنده و شادی و موسیقی و عشق و رهایی را یافتم. از شادی پرگیرم که رسم به فلک، سرود هستی خوانم در بر حور و ملک، در آسمان ها داستان اینه که من داشتم چند تا گزارش میخوندم آقای رشد نشاط. خود کسایی که در جریان انقلاب پیشتاز بودند، استاد دانشگاه شدند،
خب میدونی که اومدن تمام اساتید واقعا استادایی که استاد بودن رو تحت عنوان انقلاب فرهنگی بیرون کردن، یه سری از آدمای خودشون رو بردن. حالا که دیگه به این شکل شده که استادای خودشون رو هم که در واقع سرسپرده اونا بودن، به هر حال جوری قبلا هم عرض کردم از هزار تا لایی و صافی گذشته بودن که شدن استاد، اونا رو هم بیرون کردن و الان هم اونا میگن که حکومت قراره که دانشگاه ها رو بکنه حوزه علمیه، چون میدونید که اووردن یه سری مداح رو استاد کردن، از سعید حدادیان گرفته تا غیره، و در واقع اینا موافقین حکومت رو نمیدونم انقلاب و پیشتاز انقلاب بودن، خودشون میگن که آخوندا دارن دانشگاه رو میخوان بکنن حوزه علمیه، درست همون چیزی که آقای خمینی گفت. امام راحل فرمودن که به من گفتن که دانشمندا، دکترا، پزشکا، مهندسین دارن کشور ترک میکنن. گفت بذار برم، بذارید برم، بذارید دارم بپوسن در غربت. من به حوزه علمی قم دستور میدم دکتر و مهندس تربیت کنم. من تا چند وقت پیشم میخندیدم هر وقت این داستانو میگفتم، میخندیدم گفتم آقا نگاه کن، آقا خودی میگم اون موقع دکتر نباشم به حوزه علمی قم میگن دکتر. حالا واقعا همون برنامه که خمینی گفته خامنه‌ای داره اجرا میکنه، میخواد دانشگاه ها رو بکنه حوزه علمیه و آخونده دکتر بشن. به اسلامی هم درست کردن دیگه، قرم قرم بشه را انداختن. و خود اینا نوشته بودن که ما حکومتی ضد بشر و ضد انسانی تر از این حکومتی که الان تو مملکت ما هست ما ندیدیم در طول تاریخ. خود اینا که یک کاری بودن اول انقلاب. بعد آقای آقای به نام مهدی نصیری، این به مدت یکی از اون راستهای افراطی و به مدت 5-6 سال سردبیر روزنامه راستگرای کیهان بود و خودش در حوزه علمیه قم فارغ التحصیل شده. این یه مصاحبه‌ای داره در با اعتماد و روی یوتیوب هست، من دیشب گوش کردم. این آدمی که خب میدونی که این روزنامه کیهان یعنی یک دستگاه امنیتی پرونده ساز برای همه انسانهای ایرانی دیگه که هنوز هم توسط آقای شریعت مداره ادامه پیدا کنه. این آقا در یک مصاحبه‌ای که من دیشب دیدم میگفتش که آقا تمام این زوایای شکست این حکومت رو دونه دونه شمرد و گفت یکی از معجزاتی رو که ما ممکنه انتظار داشته باشیم این است که معجزه اتفاق بیفته و این حکومت 5 سال دیگه بمونه. این کسی هست که این سردبیر روزنامه کیهان بود، میگفت آقا همه روایت های رو، این واژه‌ای که این به کار بره، همه روایت های رو که یک حکومت میتونسته ارائه بده، همه قصه ها و روایت ها تموم شده دیگه، اینا هیچ روایتی برای گفتن به مردم ندارن مگر حجاب و یا همین راه رفتن به طرف اربعین، به طرف کربلا. اون رو من توصیه کنم دوستان روی یوتیوب ببینن، خیلی جالب هست که یک چهره راست افراطیه که برای همه پرونده می ساخت الان به این نتیجه رسید. به هر حال بذاریم آقا این همین دلیلی که از صدا و سیما مدیر عامل گفته که باش مصاحبه کردن، گفته که من اگه بودم این سپیده رو نمی آوردم اعتراف اجباری ازش بگیرم. بله خوندم. شما معتقد اعتبار اعتراف اجباری چی بگم؟ مصاحبه اعتراف اجباری بوده؟ گفته آره همه میدونن. مدیر تلویزیون سیما و قبلی صدا و سیما خودش اومده میگه این کارا زشته، من اگه بودم این اعترافات اجباری رو نمیگرفتن. گوینده شاخ در میاره، جا میخوره، میگه واقعا شما معتقد اعترافات اجباری؟ گفت آقا تو شما چی داری؟ همه دنیا میدونن که ما داریم اعترافات اجباری میگیریم دیگه. به کار به اینجا رسید آقای یک آقای دلدار، یک چیز خیلی جالب که
یکی یه چیز خیلی جالبی که آدم های مثل ما، مثلا کسایی که 20 سال در ایران نبودن و میرن به ایران، اولین چیزی که باهاش برخورد میکنن میگن که آقا هیچ چیز سر جای خودش نیست و تعجب میکنن چگونه این سیستم تا الان فرو نپاشیده. این یکی از گرهگاه هاست که چگونه فرو نپاشید، فقط به خاطر اینکه اینها آدم میکشن، آدم کش هستن، وگرنه هیچ چیز، یعنی از ساده ترین کارهای اداری تا پیچیده ترین امور مملکتی هیچ چیزی سر جای خودش هست. همینطور شما که گفتید، یک آقایی رو مداح هست به نام آقای حدادیان، اینه کردن رئیس دانشکده ادبیات دانشگاه تهران. یه روزی روزگاری ما اونجا آدمهایی مثل دکتر محمد معین رو داشتیم، ده خدا رو داشتیم، همین دکتر محمد جعفر محجوب ما رو داشتیم که اقیانوسی از دانش بود، فروزانفر رو داشتیم، کسانی داشتیم که تمامی این ادبیاتی که امروز ما از ادبیات کلاسیک رو داریم مدیون زحمات شبان روزی اونا هستیم. من این روزا دارم کتاب تاریخ بلعمی رو به تصحیح ملک شعرهای بهار و مرحوم گنابادی، پروین گنابادی میخونم و وقتی من این میخونم میگم آقا اینها چطور تونستن 30 سال 40 سال آقای دلدار تمامی این نسخه های خطی رو که در مصر و عثمانی و لندن و جاهای دنیا بود، در خونه ها، در پستوها بود، اینها رو پیدا کنن، چه فارسیش و چه عربیش، و اینها رو با هم تطبیق کنن، سالها بشنن واژه به واژه 100 تا رو با هم مقایسه کنن که کدوم واژه اون نویسنده اصلی کدوم رو نوشته، که اون رو بذاره و این رو چاپ کنن. میگم آقا این کارش الان به جای رسیده، جای ملک شعرهای بهار یک مداح نشسته که رئیس دانشکده ادبیات شده. به این یعنی این یکی از بزرگترین های دلدار گرفتاری هایی رو که ما ایرانی ها پس از حمله عربان و مغولان و این کشت و کشتارهای در این 1400 ساله داریم داشتیم، گسست فرهنگی هست. یعنی رابطه ما رو با گذشته ما نه گذشته باستان بلکه با گذشته نزدیک هم قطع کردن. شما ببینید که وقتی عرب میاد به ایران، ایران رو اشغال میکنه، ما 200 سال 2 قرن سکوت داریم. وقتی مغولان میاد همه روابط ما، مغولان میاد همه اون نظام کتابخونه ها و مدارسی رو که ساخته شده بود تا دوره مأمون و هارون رشید به مأمون، همه رو نابود میکنم، اونا رو تبدیل میکنم به طویله اسب ها. بعد از اون ما خب در این مملکت هرگز یک حکومت منسجمی به استثنای دوره صفوی و دوره آقا محمد خان، حکومت منسجم نداشتیم. این دوره صفوی بود که با شمشیر شاه اسماعیل صفوی یک حکومت سرتاسری در ایران به وجود اومد. یک زمانی هم در دوره سلطان محمود غزنوی بخش‌های شرقی ایران منسجم شده بود. بعد از اون هستش که ما اصلا حکومت منسجمی نداشتیم و همواره در هر گوشه و کنار یک قبیله، یک رئیس قبیله، یک آدمکشی پا می‌شد، اون یکی رو می‌کشت، هر چه آثاری که از قبل بود نابود می‌کرد و این رابطه ما رو با گذشتمون قطع میکرد. و حالا ببینید که چقدر از دوره رضا شاه به بعد، وقتی که این دانشگاه ایجاد شد و چهره های مثل ده خدا به وجود اومدن، ملک شعرهای بهار، بسیارانی از اینها به وجود اومدن و تونستن این رابطه ما رو با گذشته که اصلا نمیشناختیم برقرار کنن. این بسیار بسیار شگفت انگیز بود. متاسفانه آقای دلدار در این 44 سالی که گذشت، این گسست فرهنگی و گسست تاریخی مجددا برقرار شده و میبینید که
من به عنوان کسی که به هر حال در کار مثل شما در کار خوندن و نوشتن و کار روزنامه و اینا هستم، وقتی میبینم که این آدم هایی که از دانشکده ادبیات ایران فارغ التحصیل شدن، کارشناسی گرفتن، یعنی فوق لیسانس دارن، ولی یک صفحه رو که می‌نویسن جدرش 20 تا غلط دستوری هست، اصلا ساختار زبان پارسی رو نمیدونن، ولی این فوق لیسانس ادبیات از دانشگاه تهران گرفته و الان به عنوان استاد در همون دانشگاه داره درس میده، آدم واقعا غصهش میشه. خب من به عنوان کسی که ادبیات خوندم، من استادی داشتم، استاد نه استاد، استادانی ما داشتیم که آقای دلدار واقعا اینها عینه همین کامپیوتری بود که الان ما داریم. ما استاد قاضی طباطبایی رو داشتیم که این 80 سالش بود، ولی وقتی یک واژه رو بهش میگفتی 20 شعر برات میگفت همون واژه توش بود، 20 شعر عربی هم بهش میخوند همون واژه توش بود، و بعد میگفت این شاعرش کی هست، کی در چه سالی بود، در چه سالی مرد، و آدمی حیران میموند که آها این یک اقیانوسی از دانش هست. ولی الان متاسفانه ما نداریم. همین دکتر محجوب دوست شما و من، دکتر محجوب رو وقتی آدم در محضرش میشست، یعنی من فکر میکردم من در مقابل یک اقیانوس نشستم. کاملا درست میگی، مثال خوبی زدید. وقتی آدم من میدیدش فکر میکردم آقای این آدم هر چی ازش در مورد ادبیات، در مورد مسائل ایران، تاریخ، این مثل چی میگم، قدیما میگفت فوت آب بود، راحت بود. و یک بودی که نبود آقای دلدار، این چند بودی بود. شما مثلا در مورد عیاری و عیاران میخواستی چیزی بدونی، در مورد همین زورخونه هایی که شما صحبتش کردین اینا، آقا این تمامی این تاریخش رو در زمینه تاریخ از کسانی بود که بهترین تصحیح آثار عبید زاکانی رو در همین امریکا انجام داد و بهترین چیزی چاپ کرد. واقعا یادش گرامی که رفیق کلمه ایشی استاد ما بود، ولی واقعا انسان آگاهی بود، دردآور بود که آقای دلدار در فقر زیست و در فقر مرد. واقعا یادش بخیر. به هر حال ما میخواستیم در مورد در کوچه پس کوچه های تاریخ قدمی بزنیم و در مورد آدم کارانی که بله شاه و سلطان شدن صحبت کنیم. این رو میذاریم برای هفته آینده. فقط این رو بگم که در میان شاهان ایران ما البته هفته آینده در مورد آقا محمد خان و فتحعلی شاه صحبت کنیم. به این فتحعلی شاه دومین شاه از دودمان و قاجار هست که 37 سال بر ایران حکومت کرد و 158 بار ازدواج کرد، 260 فرزند و 786 نوه داشت که به اندازه مسافران 4 هواپیمای جت بوئنگ 747 ایشون تخم و ترکه داشته. هفته آینده در این باره صحبت کنیم. 786 تا نوه داشته. من 6 تای آخری که من دارم 886 تا 6 تای آخری شده. آقای اصلا نگردم جا نورو بکم سپاس کدرم شهرتی کارگردان فنی گپ خودمان در تلویزیون پارس، و یک سپاس دارم از شما تماشاگران عزیز، و اون یه سپاس بزرگتر دارم، سپاس میکران بعد از یک تا که به ما جان داد تا فدا ایران بود. شما رو تو خوش دومی دیدم.